سلام خوش اومدید به کلاس درس توی این ویدیو میخوایم با هم یک جمع بندی بکنیم دو ویدیو قبل رو که داشتیم در اون داستان کیتی خانومی که در سال 1964 در نیویورک به قتل رسید و 38 نفر از ساکنین اون خیابون در نیویورک شاهد به قتل رسیدنش در مدت بیش از نیم ساعت بودن اما هیچ کدوم از اونها به پلیس اطلاع ندادن و همچنین جنایت میدان کاج تهران که در اون هم تعداد زیادی از مردم و بعد البته مامورین پلیس شاهد این داستان بودن اما اون مردم هیچ کدوم به پلیس اطلاع ندادن و میخوایم ببینیم که چه اتفاقی میافته که این همه از افراد شاهد یک ماجرا هستن اما هیچ کس به پلیس اطلاع نمیده دو گروه از افرادی که این پدیده رو بررسی کردن روانشناسان اجتماعی و دانشمندان نظریه بازی ها هستن من میخوام هر دو اینها رو مرور بکنیم روانشناسای اجتماعی همونجوری که یادتون هست سه دلیل عمده برای این اتفاق می آوردن و سعی می کردن اون رو با این سه دلیل توصیف بکنن دلیل اولشون اثر اجتماعی یا سوشال اینفلوئنس بود که به این معنی بود که وقتی که تعداد افرادی که دارن یک پدیده رو مشاهده میکنن زیاد میشه و بعد هیچ کدوم از اونها هیچ عکسال عملی نشون میدن یک یادگیری عملا داره صورت میگیره به این معنی که شما از خودتون میپرسید که گویی یک،, یک دلیلی داره که این همه آدم اطلاع نمیدن و حتما این قضیه اونجوری که من فکر میکنم نیست و بنابراین وقتی که تعداد افراد مشاهدگر زیاد و زیادتر میشه همینطور شما اثر اجتماعی که نخواهید برید اطلاع بدید و در حقیقت همرنگ جماعت بشید افزایش پیدا میکنه یک دلیل دیگه دلیل پخش مسئولیت بود یعنی اطلاع ندادن به پلیس و به قصر رسیدن یک انسان بیگناه برای شما یک مسئولیتی داره وقتی که تعداد افراد گروه زیاد میشه این مسئولیت داره بین همه افراد پخش میشه و بنابراین شما عذاب وجدان کمتری خواهید داشت از اطلاع ندادن به پلیس و یک دلیل دیگه ترس از اشتباه بود به این معنی که شما ممکنه بترسید که این زنگ زدن به پلیس شما منجر به تحقیر شما بشه چون این قضیه انقدر هم اورژانسی نبوده و وقتی که تعداد افراد گروه زیاد میشه این تحقیر جلوی جمعیت بزرگتری داره صورت میگیره و بنابراین شما میترسید که اون رو تحمل بکنید همه این توصیف ها داره یک جورهایی با افزایش جمعیت گروه زیاد میشه و البته داره یک جورهایی به من میگه که با افزایش جمعیت گروه هزینه و یا فایده تماس گرفتن به پلیس داره تغییر میکنه و بنابراین رفتار آدم ها داره تغییر میکنه اما نظریه بازی ها به ما چی میگفت چیزی که در ویدئوی قبل با هم تحلیل کردیم این بود که یک تعادل نش ترکیبی وجود داره که در اون هر کدوم از افراد مشاهدگر یعنی هر کدوم از اون ان نفری که دارن این پدیده رو مشاهده میکنن با یک احتمال پی به پلیس اطلاع میدن و اون پی از این رابطه به دست می اومد یعنی برابر بود با یک منهای سی ویوم به توان یک تقسیم بر ان منهای یک که سی هزینه اطلاع رسانی به پلیس بود یعنی چقدر برای شما هزینه داره وی سود اطلاع رسانی به پلیس بود یعنی اگر پلیس مطلع بشه همه افراد مشاهدهگر این سود وی رو کسب میکردن و ان جمعیت گروه بود و معنی این که یک تعادل نش ترکیبی با این پی وجود داره این هست که اگر همه افراد با این احتمال به پلیس گزارش بدن در این صورت هیچ کس با تغییر بازی خودش یعنی با اطلاع رسانی به پلیس یا با عدم اطلاع رسانی به پلیس نمیتونه سود خودش رو افزایش بده و بنابراین این یک تعادل نش بود حالا بیایم ببینیم که این تعادل نش چه تغییراتی میکنه با تغییرات پارامترهای مدل اول از همه خب اون چیزی که اصلا برای اون تحلیل رو شروع کردیم بیایید ببینیم که اگر این افزایش پیدا کنه چه اتفاقی میافته خب وقتی که جمعیت گروه زیاد بشه این جمله میاد پایین چون کسر این جمله زیاد شده و بنابراین مجموع این جمله یعنی سی به توانی یک منه منهای یک میره بالا و بنابراین کل این احتمال میره پایین بنابراین من میتونم بگم که اگر انزیات زیاد بشه این احتمال میره پایین ترجمه فارسی این جمله‌ای که من اینجا به صورت ریاضی نوشتم این هست که اگر جمعیت گروه زیاد بشه احتمال این که یک نفر به پلیس گزارش بده کاهش پیدا میکنه که این به خودی خود یک نتیجه بسیار جالبه یعنی من دارم بدون هیچ توصیف غیر ریاضی که اینجا وجود داره به شما میگم که اگر جمعیت گروه زیاد بشه با ثابت بودن همه متغیرهای دیگه احتمال اینکه یک نفر بره و به پلیس اطلاع بده کم میشه و علتش هم تقریبا مشخص است یعنی با این شهودی که ما از این مدل به دست میاریم علتش این هست که خب چون جمعیت زیاد شده شما انتظار دارید که افراد دیگه هی بیشتر و بیشتر برم به پلیس اطلاع بدن و بنابراین شما با احتمال کمتری میرید و به پلیس اطلاع میدید اما یک پدیده ای که از این هم جالبتر هست و در حقیقت ما به دنبال اون هستیم اینه که احتمال این که اصلا هیچ کس به پلیس اطلاع نده چیه یعنی هیچ کس به پلیس اطلاع ندهد چی هست این برابر هست با احتمال اینکه من به پلیس اطلاع ندهم یا هر نفر آیومی اطلاع ندهد ضرب داره احتمال اینکه هیچ کس دیگر اطلاع ندهد خب این پدیده احتمالی خیلی ساده است دیگه. احتمال اینکه هیچ کس به پلیس اطلاع نده برابر اینه که من اطلاع ندم ضرب در احتمال که بقیه اطلاع ندن یعنی من فقط این احتمال رو باز کردم تا بتونیم راحت تر حسابش کنیم خب این جمله رو احتمالی که نفر آیوم اطلاع ندهد ما نشون دادیم که زیاد میشه خب هنی همین بالا من الان نشون دادم احتمالی که نفر آیوم اطلاع بده کم میشه بنابراین احتمالی که اطلاع نده یعنی یک منهای پی زیاد میشه خب پس من این جمله رو نشون دادم که زیاد میشه اما احتمال اینکه هیچ کس دیگر اطلاع ندهد چقدره؟ این یعنی احتمال اینکه n منهای یک نفر دیگه هیچ کدوم اطلاع ندن و چون این احتمال مستقله میشه تک تکشون که با احتمال یک منهای p اطلاع نمیدن اطلاع ندن که این میشه یک منهای p به توان n منهای یک یعنی n منهای یک نفر یک حرکتی رو صورت بدن که هر کدوم با احتمال یک منهای p دارن صورت میدن که اگر من این رو داخل این فرمول قرار بدم این مساوی میشه با سی ویوم به توان یک به n منهای یک به توان n منهای یک این داخل پرانتز یک منهای پی هست که این مساوی میشه با سی تقسیم بر v یک ثابت هست بنابراین این احتمال دوم ثابته این احتمال این که نفر آیوم اطلاع نده یا من اطلاع ندم زیاد میشه و بنابراین احتمال این که هیچ کس به پلیس اطلاع نده در مجموع زیاد میشه و این دیگه واقعا نتیجه عجیبیه که ما تونستیم از نظریه بازی ها به دست بیاریم و نشون بدیم که اگر جمعیت گروه زیاد بشه با ثابت بودن همه پدیده های دیگه یعنی من نیازی ندارم که هیچ مسئولیتی پخش بشه یا من نیازی ندارم که شما با یادگیری احساس بکنید که انگار این سود مثلا کمتر از اون چیزی است که شما فکر می یا بترسید که اشتباه بکنید و این هزینه عملا براتون بره بالا نه همه اینها رو من ثابت می با تغییر جمعیت و نشون میدم که با افزایش جمعیت گروه احتمال اینکه هیچ کس به پلیس اطلاع نده زیاد میشه و این رو با همون مکانیزم هایی به دست میارم که در اون مثلا حراج های اقتصادی رو تحلیل میکردم یا بازارهای اقتصادی یا انتخابات یعنی هیچ پدیده جدیدی و هیچ پدیده مختص این اتفاق خاصی رو من وارد نکردم و با همون ابزار ریاضی و نظریه بازی خودم تونستم این پدیده رو توصیف بکنم خب حالا آیا من معتقدم که توصیف نظریه بازی ها بهتر هست از توصیف روانشناسی اجتماعی؟ نه به هیچ وجه. من تنها چیزی که خواستم اینجا بگم اینه که داستان اینها داستان همون فیل مولوی هست که هر کدومشون دارن به یک بخش فیل دست میزنن و روانشناسی اجتماعی داره ویژگی های مختص اون حادثه رو به من میگه و توصیف میکنه و نظریه بازی ها داره به من میگه من اصلا مخت... م... ببخشید مستقل از اینکه ویژگی های مختص اون حادثه چی هست به تو با یک توصیف ریاضی میگم که چرا این اتفاق باید رخ بده و بنابراین هر کدوم از اینها ویژگی های خاص خودشون رو دارن و ما لازم داریم که همه اینها رو در کنار هم بذاریم تا بتونیم یک توصیف نسبتا کامل از این چنین پدیده های اجتماعی به دست بیاریم و این از زیبایی علوم اجتماعی هست که هر کدوم دارن به شما نوع دید خاصی رو هدیه میکنن فعلا خداحافظ.